موضوعی رو که الان ملاحظه می‌فرمایید در خیابان وحدت اسلامی هستیم، جای گلوله‌هایی رو که روی بالای این مغازه شما دارید ملاحظه می‌فرمایید ناشی از شرارت اراذل اوباشی هستش که متأسفانه تاریخ 20 و 21م به صدا همین ماهی که درش قرار گرفتیم میان در این محل و تیراندازی میکنن در ساعات شبانه و در دو سه نقطه تهران متاسفانه این اتفاق میفته به واسطه شرارت اراذل اوباشی. این افراد در کمتر از 48 ساعت توسط پلیس شناسایی شدن، علی رغم اینکه موتورسیکلت‌هاشون رو فک پلاک کرده بودند و اینجا ملاحظه می‌فرمایید دو دستگاه موتورسیکلتی که هست عین همون موتورسیکلت‌ها توقیف شده، همین افراد دستگیر شدن. افرادی هستن دارای سابقه و به واسطه کوری‌خوانی‌هایی رو که خود اراذل اوباش با هم دیگه داشتند متاسفانه قرار دعوا می‌ذارن و میان و این مغازه بسته هم هستش، به سمت این تیراندازی می‌کنن. در یک منطقه در کیانشهر این اتفاق می‌افته. پلیس با اقدامات اطلاعاتی رو که انجام داد الحمدلله با اشراف اطلاعاتی مناسب و خوب همگی دستگیر شدن و الان 7 نفر در اختیار پلیس هستند. اینها به واسطه اختلافاتی رو که بین دو گروه اراذل اوباش بوده متاسفانه کوری‌خوانی هایی رو با همدیگه دارن، در فضای مجازی میان و این کوری‌خوانی هاشون رو منتشر میکنن، قرارهایی رو با همدیگه میذارن و ساعات شبانه میان در یک نقطه خارج از تهران، 3 نقطه در درون تهران تیراندازی هایی رو انجام میدن با سلاح‌های جنگی. جاهایی رو که هدف قرار دادن اماکن صنفی که وابسته به گروه مقابلشون بوده این کار رو انجام دادن. یکشون همین نمایشگاه خودرویی هستش که الان گلوله‌های بالای سردر نمایشگاه شما ملاحظه می‌فرمایید همین تابلو سقوط می‌کنه و می‌افته و خدمتتون عرض کنم که در تعاقب این موضوع با رصدهای پلیسی دستگیر شد. ما تمام مأموریت‌هامون رو با هماهنگی و همکاری و همدلی و همیاری پلیس فتا انجام می‌دیم تو موضوعات شناسایی‌هامون و اینها قافل از این که هم پلاک موتور رو فک کرده بودن، هم خودروهایی رو که در منطقه شرق تهران فک پلاک خودرو هم کرده بودن، ولی پلیس کارشو بلده، میدونه که افراد رو به چه شکل شناسایی بکنه. ببینید اینها نفری که مد نظر شماست به هر حال خودش سوابق عدیده ای داره و در کشورم نبودن. این نفری رو که در فضای مجازی مطرح بود مطمئنن ایشون هم که به کشور مراجعه بکنه دستگیر خواهد شد و پلیس با شدت باش برخورد کنه. پشت فرمان شما نشسته بودید؟ بله. موتورسیکلت؟ بله. ساعت چندی کارو کردید؟ یک و نیم. از کجا حرکت کردید اومدید اینجا؟ از کیانشهر. مشکلتون چی بود با یه واحد صنفی اینجا؟ یکی بهمون گفت بیاید اینجا چی تحریکتون کرده؟ بله. خب چرا این کارو کردید؟ اشتباه کردم. فکر میکردید که علیرغم این که پلاک رو مخدوش کردید، علیرغم این که سر صورتتون رو پیچوندید دستگیر بشید؟ نه. در مقابل این موضوع چی دریافت کردید؟ چه پاداشی موضوع شما رو این کار داریم؟ میدونستید که داره تیراندازی میشید؟ بعدش دیگه فهمیدیم اشتباه کردیم. چقدر طول کشید تا دستگیر شدن؟ 48 ساعت اینو شناسایی شدن دستگیر شدن. نمیدونی برای کی داری کار می‌کنی؟ حالا یکی اومد به ما گفت بیا بریم اینجا بیایم بچه‌مارو. اگر کسی بگه کسی رو هم به قتل برسونی این کار انجام خواهی داد؟ نه جناب شما اشتباه کردید. کار مجرمانه است دیگه، درست؟ غلط کردید. چند نفر بودین؟ مغازه برفی 4 نفر. 4 نفر تو اینجا کجا بقیه؟ اونا فراری شدن دو تا. کجا رفتن؟ خبر نداره. الان تیراندازی هم کردی درسته؟ اونا هم دستگیر شدن، اینا از هم خبر ندارن چون هر متهمی به یه نقطه خاص خودش منتقل شده. بعد تفنگا کجا اومده بوده؟ مال اونا بود. تفنگا کجا اومده بوده؟ این میگه سلاح مال اون نفر مقابلشه.